بنای تاریخی با قدمتی در حدود 150 سال که در گذشته‌های دور به یاد شهدای کربلا در آن مکان عزاداری می‌شد و طی سال‌های طولانی متروکه شده بود، توسط شیعیان هند شناسایی شد. این مجموعه که به نام حضرت عباس علیه السلام عباسی نگار نام داشت، در تاسوعای سال جاری دوباره شاهد عزاداری شیعیان مشتاق هندی بود. شیعیان هند با آگاهی از تاریخچه این بنا تصمیم دارند دوباره مراسم عزاداری را در این نقطه احیا نمایند و به همین منظور برای رونق گرفتن مجدد آن در فضای مجازی فراخوان‌های گسترده‌ای را منتشر کردند. با هم گزارش فاطمه موسوی را می‌شنویم. در هند و پاکستان بعضاً رسم بر این بوده که عاشقان اهل بیت غالباً یک قطعه زمین را علامت گذاری می کردند و ماکت و تمثیلی از کربلا را برای کسانی که قادر به مسافرت و زیارت شهر مقدس کربلا در عراق نبودند در آن نقطه می ساختند. منشی مظفرعلی هم از کسانی است که در تاریخ هند داستانی اینچنین از او روایت شده که در قطعه زمینی ماکت و تمثیلی از کربلا را ساخت و با تأسیس آن مجموعه برای زیارت مردم نام آن را به یاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام عباسی نگار یا همان تصویر و نقش حضرت عباس علیه السلام گذاشت. داستان چگونگی ساخت بنایی به یاد کربلا توسط منشی مظفرعلی. در دوران سلطنت حاکم عوض، مجد علی شاه در لکنها حدود 25 کیلومتر دورتر از مهنلال گنج، منشی مظفرعلی عباسی نگار را تأسیس کرد. او این مجموعه را به یاد و نام کربلا بر روی یک قطعه زمین وسیع تأسیس کرد. این مجموعه جزئی از وقف اولادی بود. اما پس از پایان حکومت سلطنتی و قیام مردم هند در سال 1875 و به دنبال آن سرکوب این قیام توسط دولت بریتانیا و سپس تجزیه شدن هند در سال 1947 و متعاقب آن لغو مالکیت زمین در سال 1958، بسیاری از افراد ثروتمند در فقر فرو رفتند. بقایای بسیاری از ساختمان‌های بزرگ به جا مانده از دوران سلطنتی با درآمد حاصل از مالکیت زمین نگهداری می‌شد، اما بسیاری از بناها از جمله بنای متعلق به منشی مظفرعلی و مجموعه‌ای که به یاد کربلا راه‌اندازی شده بود متروک ماند. اما به تازگی برخی از جوانان و مسلمانان شیعه آن منطقه از داستان و تاریخچه این مجموعه و نحوه راه‌اندازی تمثیل کربلا در آن نقطه که روزگاری دور منشی مظفرعلی آن را برپا کرده بود مطلع شدند و در نهم محرم روز تاسوعای سال جاری به یاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در آن مکان مجلس عزاداری برپا کردند. پس از آن جامعه مسلمانان و شیعیان لکنها نیز از وجود چنین بنای آگاهی یافته و روز 9 آگوست سال جاری 2023 با حضور در این مکان با برپایی گردهمایی عظیمی با سخنان شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هندوستان مجلس عزاداری با شکوهی برگزار نمودند. شیخ مصطفی ادیب به این مناسبت ذکر مصیبتی برای امام حسین علیه السلام و یارانش خواند. وی در این اجتماع عظیم از همه مؤمنان خواست تا دست به دست هم بدهند و در برپایی مجدد مراسم عزاداری در مجموعه‌ای که به نام و یاد کربلا در گذشته‌های دور راه اندازی شده و مدتی متروکه بوده سهیم شده و در احیای دوباره این بنا و مراسم عزاداری‌های آن مشارکت کنند. وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هندوستان تاکید کرد اگر مردم به همین ترتیب به زیارت و حضور خود در مراسم های این بنا ادامه دهند، این مجموعه و عزاداری های آن دوباره رونق می گیرد و احیای آن میسر می شود. لازم به ذکر است که شیعیان این منطقه با حضور گسترده در فضای مجازی با هشتگ های گوناگون و ذکر تاریخچه این بنا به معرفی این مجموعه تاریخی همت گماشته و با ذکر آدرس این بنای تاریخی در پایان نوشتند لطفاً تا جایی که امکان دارد به اشتراک بگذارید. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.